توی این ویدیو میخوایم در رابطه با نرم افزارهایی که شما به عنوان یک فرد انیمیشن ساز نیاز دارین یاد بگیرین صحبت بکنیم. هرچند همیشه گفتم که نرم افزار یه ابزاره و مهم اینه که اصول رو یاد بگیریم توی انیمیشن سازی، اما بالاخره انتخاب ابزار درست هم خودش کار مهمه. سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، جواد شهنواز هستم و با ویدیو دیگری از تودی انیماتور در خدمت شما عزیزان هستیم. توی این ویدیو برخی از نرم‌افزارهای خوبی رو که خودم هم استفاده میکنم خدمتتون معرفی میکنم. البته توجه کنید که اینا تجربه منه و ممکنه نرم‌افزارهایی که من باش راحتم کار کنم رو شما دوست نداشته باشید و ترجیح بدید با نرم‌افزار دیگه کار بکنید. پس این مواد پیشنهادی هستن و شما باید ببینید که با کدوم نرم‌افزار ارتباط بهتری میگیرید و میتونید همون کاری رو که مثلا یکی با فتوشاپ انجام میده شما ممکنه مثلا با نرم‌افزار دیگه انجام بدید. پس این قضیه یوزر فرندلی رو هم در نظر داشته باشین که خودتون چه ارتباطی با نرم‌افزار برقرار میکنید. خب مثل گذشته ما بخش انیمیشن سازی رو چند بخشش میکنیم، مثل بخش انیمیت، بخش طراحی، اینها که بچین نرم‌افزارها رو یکم بهتر توضیح داد. البته این رو هم بگم که نرم‌افزاری که الان میخوام اینجا معرفی کنم قبلا تو ویدیوهای مختلف تو بخش مختلف معرفی کردم، ولی الان همه‌شو با هم دیگه تو یک ویدیو میگم که دیگه دم دستتون باشه. خب قبل از اینکه بیام وارد بحث نرم افزارا بشیم، یه نکته من بگم خدمتتونم اینه که نرم افزارای بخش طراحی و انیمیت به اساس اینه که رستر باشن یا وکتور باشن با هم فرق دارن. یعنی برخی از نرم افزارا فقط رستری ان، برخی وکتوری ان، برخی هر دو تا ساپورت میکنن و این ممکن توی پروژه‌های خاصی نیاز باشه که شما از یه گونه خاصی از اینا استفاده بکنید. اما چون توی این ویدیو نمیخوام خیلی پیچیده بشه، حالا میخوام دسته‌بندی‌های زیادی انجام بدم، واسه همین الان در مورد خود نرم افزارها صحبت میکنم. یعنی نرم افزارا واسه تکنیک کات اوتو فریم بای فریم تفکیک میکنم، ولی توی ویدیوی دیگری در مورد بحث نرم‌افزارهای رستری و وکتوری به صورت مفصل صحبت خواهم کرد. فقط اینو خواستم یه اشاره بهتون بکنم، چون می‌کنید دو جای اشاره کوچکی یا اسمی ببرم گیج نشین، راجع به این بعدا مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. توی بحث انیمیشن سازی دو بعدی بخشی که بیشتر باش سر کار داریم این بخش هستن. البته بر اساس تکنیک می‌کنه فرق کنه، ولی خب به صورت کلی اینا هستن. بخش طراحی کاراکتر، پس زمینه و همچنین استوری بورد، حالا تو همین محدوده می‌ذارم. بخش انیمیت، بخش رنگامیزی، بخش کمپوزیت و سرهمبندی، بخش ادیت ویدیو، صدا و موسیقی. میدونم اینا هر کدوم یک مقدار زیر مجموعه های بیشتری دارن، ولی من تقریبا 5 تا بخش رو به عنوان بخش های کلی در نظر میگیرم. البته توی کات اوت بخش رنگامیزی رو ما عملا در نظر نمیگیریم. چرا؟ چون همون زمانی که طراحی کاراکتر میکنیم ما رنگامیزی هم همون موقع انجام میدیم، واسه همین نیازی نیست که تفکیکش بکنیم توی بخش جدا. اون رو واسه فریم بای فریم تعریف کردم. توی بخش طراحی ممکنه شما بخواید همون ابتدای امر اسکیس های اولیه بزنید، اونو که جداست، اون بحثش کاری با اون نداریم. بیایم در مورد اینه که فرض بگیرید اسکیس های زدیم و کاراکتر آماده شد، حالا می‌خوایم بیانش بیرون نرم‌افزاری برای بازکشیش بکنید یا بخواید انیمیتش بکنید مال دیگه. پس نیاز دارید یک نرم‌افزار اولیه داشته باشین که یا بخواید تو اون از صفر تا صد طراحی بکنید یا اون طرح خطیتون رو بیان تبدیل بکنید به یک حالت طرح تمیزتر و شکیل‌تری. به صورت کلی نرم‌افزارهای میتونم اینجوری بهتون میگم که مثلا فتوشاپ نرم‌افزار کاربردی من هستش که من عملا همه بخشا با فتوشاپ انجام میدم تو بحث طراحی، چه پس همینه چه خودمون کاراکتری که بخوام کار رو انجام بدم. اما مثلا کسی بخواد موهو کار بکنه بهتره با ادوب ایلاستریتور کار بکنه. با فتوشاپ هم میتونه این کارو انجام بده، هیچ مشکلی نداره، ولی همون بحث رستر وکتوری که گفتم اینجا مهم میشه که فتوشاپ نرم‌افزار رستر بیس و ادوب ایلاستریتور وکتور بیس. نرم‌افزار کریتا و کلیپ استودیو هم دو تا نرم‌افزار خوب هستن که در این زمینه وجود دارن. البته کلیپ استودیو واسه کسایی که کار مانگا انجام میدن و کارهای طراحی‌های یا سبک انیمه انجام میدن خیلی معروف‌تر و مرسوم‌تر هستش، اونا بیشتر از این استفاده میکنن. اما کریتا باز یه نکته دیگر داره، اونم اینه که فری و رایگان هستش. یعنی برخلاف دیگر نسخه‌ها که شما باید پولی بدین یا کرکی بکنین چیزای مثل این، کریتا نرم‌افزار رایگان هستش که فوق‌العاده بخش‌های طراحی قدرتمندی داره و میشه گفتش یکی از بهترین‌ها تو این زمینه هستش. توی بخش انیمیت ما اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم باز دوباره تو بحث فریم بای فریم و کات اوت، ما میتونیم بگیم نرم‌افزارهایی مثل فتوشاپ، نرم‌افزارهای ادوب انیمیت، نرم‌افزارهایی مثل توم بوم، اوپن تونز، تی وی پینت، کلیپ استودیو، کریتا، اینا جزء نرم‌افزارهای فریم بای فریم محسوب میشه. یعنی شما میتونید باشون نرم‌افزارهای فریم بای فریم بسازین. حالا تو بخش کات اوت بخوام نظر بگیریم، ادوب انیمیت کات اوت میتونه کار بکنه، توم بوم کات اوت میتونه کار بکنه، اوپن تونز کات اوت میتونه کار بکنه، موهو و افتر افکت هم که در این زمینه معروف هستن و همتون میدونید. واسه همین اگه بخوایم دسته در نظر بگیریم واسه تکنیک، شما میتونید یه همچین لیست رو ببینید. حالا این نکته ای که اینجا وجود داره اینه که مثلا نرم‌افزار فتوشاپ خب نرم‌افزاری هستش که
مخصوص انیمیشن سازی تایملاین داره، ولی بازم ممکنه سری امکانات و محدودیت ها داشته باشه و شما بخواید سویچ کنید به نرم‌افزار دیگری. نرم‌افزار آدوب انیمیت هم خب خیلی معروفه، همون فلش قدیم هستش که جدیدن نسخه اسمش شده انیمیت، حالا جدیدن که میگم چند سالیه شده آدوب انیمیت، واسه همین اونم گزینه خوبی هستش و خیلی قدیمی کار هستش. به نظر من خیلی مباحث خوبی رو میتونید باش انجام بدین، هرچند که باید هم توجه داشته باشین که این نرم‌افزار نرم‌افزار ویکتوری هستش، فتوشاپ رستری بود این ویکتوریه. تون بوم نرم‌افزار هستش که احتمال زیاد شما همتون اسمش رو شنیدین، کارهای بسیار خوبی باش ساخته شده و نرم‌افزار قدرتمندی هستش. من نمیدونم چرا ولی برخی از دوستان قدیم تون بوم رو با موهو مقایسه میکردن، هرچند این مقایسه درستی نیست، ولی خب حالا در کل به عنوان مقایسه گرد هم ازش استفاده میشدش. نرم‌افزار خوبی هستش، هم میتونه تون رستر کار بکنه هم میتونه به وکتور کار بکنه. تیپ پینت هم که دیگه از نرم‌افزارهای بسیار بسیار معروفی هستش که خیلی کارهای خوبی باش ساخته شده و به خاطر سادگی که داره، سادگی از این لحاظ که میگم یک یو آی خیلی تر و تمیزی داره و شما میتونید به عنوان یک ابزار حرفه‌ای باش کارهای خیلی خوبی رو بسازید. کلیپ استودیو هم باز اینجا هستش، گزینه خوبی هستش، هرچند کلیپ استودیو تو بحث طراحی و مانگا بیشتر در نظر بگیرید، تو بحث انیمیت هست ولی حقیقتا من با بخش انیمیتش آشنایی خاصی نداشتم و عملا تست نکردم هیچ وقت خودم این قضیه رو، ولی بقیه‌شون رو چرا من بقیه رو تست زدم حداقل. واسه همین این قسمت کلیپ استودیو میدونم این کارو انجام میده و کارهای خوب میشه باش ساخت، ولی من باش تجربه ای ندارم متاسفانه. میریم سراغ کریتا. خب همونجوری که اشاره کردم نفسه کریتا تو بخش قبلا تو بحث طراحی خیلی واسه ما گزینه خوبی بودش، تو بحث انیمیت هم همین کارو میتونه واسه ما انجام بده، هر چند تایملاینش حقیقتا زیاد قوی نیستش مثل تی وی پینت یا حتی آدوب انیمیت، به نظر من قوی تر هستش تو این زمینه و کریتا گزینه نسبت به بقیه یک مقدار تو بحث انیمیت ضعیف تر هستش. البته بازم ممکنه نفر بگه نه من باش راحت ترم، اون کاری باش نداریم، و بگه نه به نظر من بهترم هستش، باز ما با سلیقه ها کاری نداریم، ولی از بحث نرم افزاری و قسمت های مختلف داریم صحبت میکنیم. اما خوبیش اینه که کریتا رایگانه و این رایگان بودن خیلی حسن بزرگیه و واسه کسی که مثلا بخواد با خارجی کار بکنه به نظر من خیلی گزینه خوبیه که چک بکنه که چه نرم افزار رایگان چه نرم افزار نیست. شما بالاخره پول نمیتونیم پول بدیم همه نرم افزار استفاده کنیم، یه دونه شو فقط میتونیم استفاده بکنیم، واسه این بهتره که اونی که راحت تر هستش و کم درصد تر هستش و کرک مرک نمیخواد بده نظر بگیریم. یکی دیگه از نرم افزار فوق العاده خوب که من خیلی باش اوکی هستم و توصیه ام میکنم به این سراغش اوپن تونز هستش. اوپن تونز مثل کریتا نرم افزار رایگانه، بچا نرم افزار رایگان نرم افزار ضعیفی نیستن، برعکس نرم افزار قوی هستن. حالا یه سری سیاست ها و یه سری موارد دارن که به صورت رایگان قرار میدن، هرچند مثلا یه سری فیچرهاشون یا یه سری خصوصیاتشون پولی میتونه باشه، ولی به صورت کلی اوپن تونز نرم افزار فوق العاده خوبی هستش. تو خیلی از انیمه هایی که جناب آقای میازاکی کار کرده از اوپن تونز استفاده شده. نرم افزار موهو که دیگه معرف حضور همه دوستان هستش، تو بحث کات اوت استخوان بندی کاراکتر من به جرئت میتونم بگم که فوق العاده قدرت استخوان بندی بالایی داره و همتون هم فکر میکنم با این قضیه اتفاق نظر دارین. بله برخی از دوستان میتونن با نرم‌افزار دیگر به همون اندازه انجام بدن، دستشون در نکنه، مهارت بالایی دارن، اما به صورت کلی اگه بخوایم تو سادگی و تو بحث استخوان بندی در نظر بگیریم، موهو در این زمینه واقعا یک سر و گردن از بقیه بالاتر هستش، هرچند تو بقیه بخشا شاید ضعف داشته باشه، ولی توی انیمیت کاراکتر گزینه خیلی خوبی هستش. افتر افکت هم گزینه خوبی هستش، هرچند افتر افکت نرم‌افزار انیمیشن سازی نیستش، اما به کمک پلاگین های متعددی که واسه اومده میتونید باهاش انیمیشن های کات اوت خوبی بسازید. خب تو بخش رنگ‌آمیزی هم عملا اگر شما فریم بای فریم کار بکنید میتونید از همون نرم‌افزارهایی که اسم بردیم استفاده بکنید واسه بخش رنگ‌آمیزی، و چون همونجا انیمیت انجام میدید میتونید رنگ‌آمیزی هم انجام بدید. حالا میبینه بخش سرهمبندی یا اصطلاحاً کمپوزیت کردن کار. شما وقتی یه بخشی رو میسازین، کاراکترها جدا انیمیت میکنین، بک‌گراند رو جدا میسازین، بعد اینا رو باید سرهم بکنین، عناصر مختلف کنار هم قرار بدین. این بخش اصطلاحاً کمپوزیت بخش مهمی هستش. به صورت کلی اکثر افرادی که بخوان حرفه‌ای یا معمولی کار بکنن، افتر افکت کار میکنن. ولی اگه کسی بخواد خیلی حرفه‌ای کار بکنه، مثلا توی فیلم سینمایی‌ها و جلوه‌های ویژه و این چیزا، میان سراغ نیوک. که خب نیوک حالا ما میذاریم کنار، چون میگم خیلی حرفه‌ای مکار باش نداریم. با افتر افکت شما میتونید به راحتی کار بس کمپوزیت در حد کارهای انیمیشن رو حداقل تو بس تو بودی به راحتی انجام بدین. پس ما دو همینجا اینو بسنده میکنیم، میریم مرحله بعد. بخش ادیت رو داریم. تو بخش ادیت خب اسم آدوب پریمیر فکر میکنم واسه همه شما آشنا هستش و شما میتونید به راحتی باهاش ویدیوهاتون رو ادیت بزنید. اگه کاربر مک باشین احتمال زیاد با فاینال کات پرو باید بیشتر آشنا باشین، اون نرم‌افزار قدرتمندی هستش که شما میتونید از این تو استفاده بکنید. و نرم‌افزار دیگری که حالا واسه ادیت صدا میتونید ازش استفاده کنید آدوب اودیشن هستش، که اگر مثلا بخواید صداگذاری خاصی انجام بدین و صداتون رو ویرایش بکنید، به شرط اینکه دانش کافی در این زمینه داشته باشین، آدوب اودیشن گزینه خوبی واسه شما هستش.
خب اگه بخوایم جنبندی بکنیم نرم افزارها رو بر اساس اون چیزی که من خودم استفاده میکنم، میتونم اینجوری بهتون بگم، من تو بخش طراحی از فتوشاپ استفاده میکنم، چه واسه طراحی کاراکتر چه واسه طراحی پس زمینه. بخش انیمیت و رنگ‌آمیزی من اصولا اگر بخوام فریم بای فریم کار بکنم بازم سراغ فتوشاپ، ادوب انیمیت و اوپن تونز میرم، یعنی این سه تا. و اگه بخوام کات اوت کار بکنم خب سراغ موهو میرم و نهایتا حالا اگه بخوام افتر افکتم کنارش در نظر میگیرم. تو بخش کمپوزیت من کامل از افتر افکت استفاده میکنم، یا نرم‌افزار دیگر استفاده نمیکنم اینجا. و تو بخش ادیت هم من از نرم‌افزار پریمیر استفاده میکنم. بخش ادیت شامل صدا گذاری و مواد دیگر هستش. حالا مثلا اگه نیاز باشه یه صدا ادیت بکنم ممکنه برم تو ادوب ادیشن، ولی به صورت کلی من با بخش پریمیر همه سعی میکنم همه بخش ها رو مدیریت بکنم. حالا یکم ویدیو هم طولانی شدش، ولی فکر میکنم به صورت جامع راجع به اینها یک اشاره شدش. حالا این جامعه که میگم به معنی نیستش که من نرم‌افزار واسهتون شرح دادم، نه، من فقط یک خطی دادم بهتون دیگه، شما خودتون قضیه رو بگیرید و برید دنبالش. امیدوارم در نظر داشته باشین که نرم افزار همه چیز نیست، نرم افزار یک ابزار هستش و به شما کمک میکنه که بتونید ذهنیاتتون رو با قدرت و اون اصولی که یاد گرفتین تبدیل بکنین به عینیات و یک تصویر بصری ازشون بسازین. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودین. اگر دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنید، توی کانال هم سابسکرایب بکنید، ضرر نکردین. چرا؟ چون موارد خوبی رو می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم و قبلا هم صحبت کردیم، قبلا نگاه بکنید. خب تمرین معجزه، این رو هرگز فراموش نکنید دوستان. دوستان خوش، خدا نگهدار. شاهد سفری.